سلام دوستان، امیدوارم تو این روزایی که دوباره کرونا اینقدر زیاد شده حال همتون خوب باشه. هادی هستم، خوش اومدیم به چنل رو با هم بگردیم. تو این ویدیو قراره ببرمتون یه مسجد قدیمی که اگه نخوام بگم قشنگترین مسجد شیراز و قطعا بین دو ستای اوله. منظورم اینجاست، مسجد وکیل، که آدرسش هم واسه کسایی که نمیدونن خیابون طالقانی جنب بازار وکیل راسته شمشیرگرها. خب حرفمو بیشتر از این نمیخوام طولانی کنم، بریم داخل رو ببینیم. ولی قبل از اون لطفاً این ویدیو رو لایک کنین و اگه واسه تو مقدوره با دوستاتون به اشتراک بذارین. بریم داخل. خب در ورودی دوتا دره، دو لنگ در چوبیه به ارتفاع 8 متر و عرض 3 متر، درهای خیلی بزرگیه که البته یه مقدار بهشون نرسیدن و مورد تخریب قرار گرفته و ورودی هم میره میخوره به دالانای 8 ضلعی. قیمت ورودی برای افراد ایرانی 5 تومن و افراد خارجی 5000 تومنه. توی اول صحنه ای که مواجه میشیم با ورودی اینجاست. خب اگه بخوام بخش های مختلف مسجد وکیل رو واسهتون توضیح بدم، درب ورودی اون دالان های اولیه ای که اومدیم داخل، این تاق مرواریده، اینجا تاق نماهای ضلع غربیه که دقیقا قرینه اونها 11 تا تاق نما هست در ضلع شرقیه. روبرون این دره ورودی شبستان زمستانیه و اینم شبستان جنوبیه. خب حالا بریم دیگه از نزدیک همشون رو ببینیم. مسجد وکیل سال 1187 هجری قمری به دستور کریم خان زند درست میشه و طبق نقل قولها و متون تاریخی بعدها توسط حسین علی میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار مورد مرمت و بازسازی قرار میگیره. خب این تاق اسمش تاق مرواریده، دو تا گلدسته خیلی زیبا کنارش هست، دقیقا قرینه با تاق جنوبیه و شبستان جنوبیه. این قسمت میشه قسمت شمالی. کنارهای تاق 4 تا تاق نما هست که در هر طرف که اولیا ورودی بیرون به داخل حیاتن و اینکه سنگی که پایین تاق کار شده از جنس مرمره، سنگهای کناری تاق از جنس سنگ گندمکن و طرح خیلی زیبایی دارن. دور تا دور تاق به صورت هلالی آیات قرآن کریم نوشته شده و این تاق دارای کاشیکاری های هفت‌رنگ خیلی زیباییه. در ضلع غربی مسجد و همینطور در ضلع شرقی مسجد شاهد 11 تا تاق نما هستیم که بالای هر کدام از اونا اسم خدا نوشته شده به عربی، یعنی الله. و بالای تاق ششم که میشه تاق وسطی بازم آیات قرآن نوشته شده. بخش شبستان جنوبی از تاق جنوبی و
خود شبستان تشکیل شده که بازم دقیقاً قرینه با طاق مرواریده. اونور از طرف 4 تا طاق نماست، اینورم 4 تا طاق نما. شبستان جنوبی یا شبستان بزرگ از 48 تا ستون یک پارچه سنگی تشکیل شده. یعنی اینا کاملا ستونای یک پارچه هستن، یعنی از وسط به دو قسمت تقسیم نشده. جنس کف شبستان جنوبی از جنس سنگ گندمکه، روی فرش پا نمیشه گذاشت چون فکرم نماز میخونن، و یه منبر 14 پله ای از سنگ مرمر داره که میگن خود کریم خان سنگو از مراغه آورده. این قسمت هم محرابه واسه نمازگزارا. خب اومدم از گوشه ترین قسمت این شبستان واسه تون یه فیلم بگیرم که وسعتش رو درک کنین. وسعت اینجا 5000 متره. خب یه چند ساعتی داشتم فیلم میگرفتم و شبستان باز شد. از اونم گفت بریم داخل شبستان ببینیم، شبستان زمستون رو ببینیم چه فرق میکنه با شبستان جنوبی. خب شبستان جنوبیه، از اونم گفت مردم دارن نماز میکنن، خیلی کوچکتر از اون شبستانه و اینکه 12 تا ستون داره کلن نسبت به اون که 48 ستون داشت. خب این اون چیزی بود که میخواستم از مسجد وکیل ببینید. خیلی جای قشنگیه. به نظر من توی شب چراغا روشن میکنن خیلی بهترم میشه. فعلا همراه باشین بریم بیرونم یه چایی چیزی بزنیم. چند تا کافه خیلی باحال داره، اونا رو هم نشونتون بدم. اینکه خیلی باد میاد، موها که میبینید به هم ریخته. فعلا همراه باشید. این هم نمای بیرونی مسجد وکیله. گفتم کافه‌ای خیلی باحالی داره، خیلی فضای صمیمانه‌ای هم داره. یه سری مغازه‌ای هست که صنایع دستی شیراز رو می‌فروشن و خود بازار وکیل که اینجاست. بریم یکی از این کافه‌ها بشینیم، یه چای بخوریم. خیلی سردمه. تو کافه یه چایی سفارش دادیم، کنار این هیتر گرم شیم و همونطور که گفتم فضا فوق‌العاده. خب دوستان رفتیم چایمون هم زدیم، هزار گرم شدیم دیگه بریم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و اگر به طور کلی به محتوای پیج من علاقه دارین کانال رو سابسکرایب داشته باشین و دکمه زنگوله رو بزنین تا به محض اینکه ویدیویی گذاشتم شما مطلع شین. و تا ویدیو بعدی خداحافظ.